د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، رول تخرا خلاص. د سوریه مظلوم ولس سره د چلته داعش شکست خوړو د منځ لاړو ووتم، لیکن مرګ نه دی وته. دا غیزنه د سوریه ګلالي ماشومان خل عام ولس وسم په ډیر بې رحمۍ باندې وژل کیږي. د ټولو خوانه د جنگ د ټولو خوانه امریکا ملته بمباری کوي، روسیه ملته بمباری کوي، خپل د حفظ الاسد رژیم هم اوس د کیمیاوي وسلو د استعمال تور دی. پر دوما ښار کې ویل کیږي چې کیمیاوي وسله استعمال شوې. دې نه مخکې هم دغه ستورونه وو چې د اسد رژیم د خوانه دلته کیمیاوي وسله استعمال شوې. امریکا ویلی دی چې موږ به ډیر زر یو ډله ییز برګون ښکار کوي، کیدای شي د څلورو هیوادونو په ګډون باندې په سوریا باندې حمله وشي. د هغه په مقابل کې روسیه ویلی دی چې موږ به پارسل بیا د ته ځواب ورکړو، دا به بې ځوابه پرې نه ږدو. نو په سوریا کې کړکېچ دا کړکېچ هر ورځ سوریان وژل کیږي، په کې کم خواته روان دی وضعیت. آیا بیرته د یو ستر تصادم زمینال ته مساعدیږي؟ رو رو څه قصه کیږي؟ روسیه او امریکا چې اوس خپل منځ کې رقابت او ته رسېدلی دی، په سوریه کې بیا کم حالت سره مخ دي؟ په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې مونږ سره ملګری دی ډاکټر صاحب لطیف نظری، پانتون استاد سیاست شعر شنونکی. زمونږ بل ملګری دی ښاغلی عبدالرحمن فرقانی، پانتون استاد او سیاست شعر شنونکی. او زمونږ دریم ملګری دی ډاکټر صاحب فضلی وزین، د پانتون استاد او سیاست شعر شنونکی. ستړي مشې، په خیر علی. جناب نظری صاحب، اتهام استعمال اسلحه کیمیایی بار اول نیست، بار چندمین است که سر رژیم اسد و تصویرهایی که نشر شده در رسانه ها نشان میده که یک تعداد زیادی از اطفال کشته شده و این سبب شده که تنش اوج بگیره. وضعیت چگونه است در سوریه؟ سبب یعنی بحثی بسیار مهمی است که استعمال اسلحه کیمیایی که طبعا میتونه که عکس العمل بسیار شدیدی را به وجود بیاره در جهان، چرا استعمال میشه و تکرارا استعمال میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی، جناب آقای فرخانی و جناب استاد وزین و بینندگان محترم کابل نیوز. به هر حال بر اساس مفادات حقوق بین الملل، استفاده از سلاح شیمیایی تحت هر شرایطی میتونه محکوم باشه از سوی هر کسی و علیه هر کسی که استفاده شوه. بنابراین با توجه به این مسئله هست که سازمان منع تسلیحات شیمیایی شکل گرفته و به عنوان یک نهاد همواره در بسیاری از کشورها اینو نظارت میکنه، از جمله در کشور سوریه. اما بحث اساسی من فکر میکنم در حال حاضر اینجاست که هنوز زوایا و جنبه های تاریکی این سلاح شیمیایی که در سوریه استفاده شده روشن نیست. موافقان دولت بشار اسد استدلالشون نیست که ایرا مخالفان اسد یا شورشیا به دستور شماری از قدرت هایی که خواستار سرنگونی نظام اسد می باشه استفاده کرده و این سر و صداها را برای انداخته تا زمینه برای مداخله ایالات متحده امریکا و همچنین تحرکات جدید اسرائیل در سوریه فراهم شوه و اینا نتونن در واقع دولت اسد را سر پا نگه داره. و از طرف دیگه به متحدان دولت بشار اسد که روسیه و ایران باشه اینا را هم ویچهشون در محافل بین المللی مخدوش بسازه و هم فشارهای بیشتر را سر از اینا افزون بسازه، با توجه به اینکه در حال حاضر جنگ دیپلماتیک هم بین روسیه و غرب وجود داره و همینطور قرار است تا یک ماه دیگه ترامپ احتمالاً توافق هسته‌ای با ایران را ملغی اعلام بکنه. اینا رو میگه ارتباط پیدا میکنه با این تحولات کلانی که بیشتر به حامیان منطقه‌ای بشار اسد در واقع برمیگرده.
بودی دیگه ایست که یعنی شک و تردید وجود داره که اسلحه کیمیایی از طرف رژیم اسد نه بلکه از طرف مخالفین رژیم استعمال شده باشه. گمان زنی ها در حال حاضر بیشتر ایست. علت مسئله ایست که دولت بشار اسد در وضعیت قرار داره که عملا دست برتر داره، یعنی یک منطقه بسیار محدود عملا در اختیار مخالفان قرار داره، همی دوما که مربوط به غوطه شرقی میشه. عملا بیش از 90% در حال حاضر در کنترل دولت بشار اسد است و مخالفان اسد از اونجا خارج شده. بنابراین خیلی عقلانیت ایجاب نمیکنه که یک رژیمی که داره خود تثبیت میکنه و دیگه امروزه حرف از رفتن بشار اسد نیست، بلکه دولت داره تثبیت میشه با حمایت های قدرت های حامیش، در چنین یک وضعیت عمل را انجام بده که واکنشی بسیار تند را در سطح منطقه‌ای و بین المللی برانگیزه و عملا قضیه برعکس شود و در واقع فشارهای بین المللی و منطقه‌ای بر دولت بشار اسد افزایش پیدا بکنه. جالب اینجاست که در زمانی که ترامپ در واقع بحث فشار بر اسد را بیشتر مطرح میکنه و اینکه رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده و ایالات متحده در ارتباط تصمیم گیری جدی خواهد کرد، در این وضعیت ما شاهد شلیک موشک ها توسط تیاره های اسرائیلی از خاک لبنان در یک منطقه دیگه، یعنی یک مرکز هوایی و پایگاه نظامی در واقع دولت بشار اسد هست. من فکر میکنم که تحولات سوریه در حال حاضر گره خورده با تنش‌های چند لایه‌ای که در سطح کشورهای منطقه وجود داره، مثلا رقابتی که بین ایران و عربستان وجود داره، دشمنی که بین اسرائیل و ایران و گروه‌های نیابتی که ایران اونا رو حمایت میکنه وجود داره، و همینطور رقابت کلانی که در سطح بین المللی بین روسیه و آمریکا و حتی آمریکا و چین در حال شکل گیری است، در مجموع غرب با کشورهای مثل چین و روسیه، اینا ارتباط پیدا میکنه با تحولات یا یک زمین بازی که متاسفانه امروزه مردم سوریه قربانی از وست، چی دولت بشار اسد باشه، چی مخالفان بشار اسد باشه، شورشی‌ها باشه، در واقع همگی از مردم سوریه قربانی میگیرن. بله. و من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا هم بهترین فرصت برای خود دیده که از این بهانه جویی استفاده بکنه و زمینه مداخله خود در سوریه تحکیم ببخشه. برای آمریکایی‌ها مهم است که جنگ در سوریه باخته بودن و قرار بود به گفته ترامپ از سوریه اینا خارج شود. اولی من فکر میکنم که یک بار دیگه یک فرصتی برای آمریکایی‌ها فراهم میشه که مداخله بکنه. چی فرصتی است؟ پس از سر صحبت میکنیم که چی میخوان. و فرقانی صاحب دغه مسله به څنګه سپینیږي؟ یو بشری جنایت سورند سي کیمیاوي اسلحې استعمال د هر چا دخوانه چي دي او بیا کوم مقصونه چي رسنوي کې راوتي دي، ماشومان په کوم شکل باندې دواړه خواوې ملګرو ملتونو په پاس کې تصور لیدل چې اتهامات تبادله کېدل، اوس هم دغه یو په بل باندې اړي، دا خبره څنګه سپینوی، څنګه ممکن دی دا خبره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه پسر کې تاسو ته ډاکټر صاحب وزین او نظری صاحب او د کابل نیوز درنو محترم لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر ډیره د ما په اند باندې د تاسو سوال ته ځواب ویل یو تخنیکی بحث غواړي، چې هغه تخنیکی بحث تاسو خلک چې هغه متخصص وي په دو نظارتي کوم د دو اسلحو د استعمال لپاره کوم څېړونکي ګروپونه چلته کار کوي، هغه خلک کېدای شي په دې رابطه باندې دقیق او مقنه ځوابونه ورکړی شي. خو تر ډیره حده پورې دغسې یو ټیم ته، دغسې یو ډلې ته خو د تحقیق زمینه باید برابره شي کنه؟ او دا یعنی هغه کوم پیشنهاد چې د امنیت شورا ته ترامپ د خواهی د امریکا د نماینده د خواهی هیلی نکلی نکلی هیلی دا چې نو میږي هغه وړاندې کوي، په او کې یو بند همدغه دی چې یو کمیسیون باید داسې ایجاد شي څو دغه مسله په تحقیقي شکل باندې وڅېړي او د دوه نتایج براله کړه، او دې ته د یو کال لپاره باید صلاحیت ورکړي څو در هر اړخیزه د مسله وڅېړي، او د دو په څنګ کې بیا دوام باندې همدغه دی چې هغه طرف چې په سوریه کې د دې اسلحې د استعمال په باندې ثابت شي، ثبوت په باندې وړاندې شي، هغه باید مجازات شي، نړیوال ټولنه د هغو د مجازات لپاره باید اقدام وکړه. او دریم باندې په کې دا دی چې هغه روسان اوس په باندې تصریح کوي چې هغه
په خانای شرط و په د امریکا پیشنهادونو کې چې هغه د سوریه د نظام غندل دي چې دا نظام باید و غندل شي کوم کړنې چې لري دا د نړیوال ټولنې د عرف او د اخلاق او د عادت سره مخالف هغه د کړنې دي دا باید و غندل شي نو په دې خاطر دی وی چې تر ډیره حد پورې کېدای شي چې د روسیا په دې مسله کې ویټو ته ولاړ شي او د کوم پیشنهاد چې د امریکا طرفه امنیت شورا ته وړاندې کیږي دا ویټو کا په دې خاطر باندې ویټو کا چې هغه دلایل چې تر اوسه پورې نړیوال ټولنې یا امریکایانو یا بعضی نورو غربي اطرافو د صحنې نه اخیستي دي په تلیفونو باندې یا په موبایل تلیفونو باندې دغه مصابو کسانو سره چې تقریبا د 200 نفر په حدود کې خلک مصاب شوي دي او هغه دي په دې هغه باندې مصاب دي په دې غاس په هغه باندې او 45 پورې مړ شوي دي د یو خلکو سره کوم مصايبه او مرکه چې کړي دي د کوم تخنیکی هغه چې په خپل وسایلو کې لري او دا ثابت کړي دي د غاز استعمال شوی دي دا غاس پر استعمال شوی دی د کوم څه دغه نشته یعنی په دې کې څه شک نه کوي چې غاز نه دی استعمال شوی غاس پر استعمال شوی دی او لکه طبي خبره ده په دې سیمه کې استعمال شوی دی چې هلته د اسد رژیم مخالفین دي نو عام خلکو سره مرکه چې کوي خو تبن عمرې خاطر متوجي کیږي لیکن دغه چې یو سم دقیق وږي چې رښتیا چاغ دا کار کړی دی ځکه دې نه مخکې هم دغسې یو حمله شوې وه په میدان وایي کې هم دغسې یو هوایي مرکز کې حمله شوې وه او بیا ادا دا کېدله چې دلته پخوانه کیمیاوي مواد موجود وه او د امریکایانو په حمله کې هغه منفجر شوی دی تر ډیره حده پورې خوندغه مسله په هغه وخت کې رسنیزه شوله او په هغه وخت کې امریکایانو هغه په راکټونو باندې هغه ځایونه مو وښتل او تر ډیره حده پورې د یو سوی چې هغه راکټونه تقریبا په حدود او 15 راکټ چې په هغه ځایونو باندې فایر شول هغه په هغه شکل معاصر او غزمن نه و چې دغه کومه هغه شیمیایي اسلحه چې د دوه خلکو سشته هغه د منځه یې شي بنان موږ که دا ځل اقدام کوو او اقدام به ضرور کوو که په سر د دوی چې سربیره په دې باندې چې شورا د امنیت د موږ مخالفت وکړو موږ د دوی عمل ځواب بیایو یو مسله چې ډیره هغه د خپدیرو په تباندې خوځید د نقیز راپورونه د دوه طرفو نشته دی یو راپور داسې هم شته دی یو چې حزب الله دا د یو ازمایښت په شکل باندې دلته د اسلحه استعمال کړي ده ترڅو وګوري چې دغه اسلحه په کوم شکل باندې اغلیری د اسلحه د دوی سره شته ده او دا استعمال کړي ده د یو ازمایښتي هغه په شکل باندې د بلی خانه کې تاسو وګورئ ډیر اصرار په دې باندې چې یو کمیسیون باید تشکیل شي او د دوه هغه اطراف چې په دې باندې اصرار کوي چې کمیسیون څېړنیز باید هغه شي جوړ شي او تحقیق وکړي چې د دوه هغه ثابت شي چې دا چا هغه کړی دی مسؤل څوک دی دا تر ډیره دا راسوي چې زه فکر کوم دا شی کېدای شي منتفي وي چې هغه اطراف چې د بشار الاسد په مقابل کې که څه هم دا مسله درسته ده چې امریکایان په یو شکل باندې یا روس او ایران هغه یا یو بل دا مسله چې دی دا په دې فکر کې شول چې امریکایان په روسیا کې مات خوړلې ده او په بالکل په هغه شکل باندې د منځ تللې دي اوس هغه نه لري هغه زو هغه لاس نه لري چې موږ د خپل کړنو نه هغه راوګرځي نو په دې حساب چې ورته وګوري دا یو فرصت دی چې امریکایان بیرته روسیې ته راستانه شي او په هغه د کیمیاوي وسلو استعمال امریکا ته یو فرصت برابروي چې دلته پاتې شي او راشي خو یو خبر دی دوی ته څنګه دا د جرم د څېړنې د دغه فرضي باندې یعنی چې د جرم فایده چاته رسیږي نو عامل مغه کړل کیږي دخو مسله خود موږ تاسو ته روښانه ده موږ تاسو مسلمانان چې ژوند کوو یعنی که د کوم ځای نه چې تاسو د هغه شروع د دغه مسلې رواخلی د عراق نه مسله کړکېچ شروع شوی دی نه په عراق کې تنن پورې امن راغلی دی عراق نن تهدید دی په تقسیم باندې نور هیوادونه د هغو په څنګ کې یمن کې کړکېچ روان دی په نورو عربي هیوادونو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی دا خو موږ ته ثابته ده چې دا خلک چې چیرته قدم ایښی دی په هغو ځای کې که څه هم د دې شعارونه ډیر هغه شعارونه دي یعنی غولون کې شعارونه دي او خلک په باندې غولوي چې دیموکراسي تطبیقوي تاسو په عراق کې دیموکراسي د تجربه هغه زه خو نه شاهد نه یم هلته حالت ډیر خراب شوی دی نو په زه خدای یم چې کوي وخت امریکایان په دې
مسائلو کې یا غربي استعمار هغه کړی چالتہ هغه په دې مسائلو کې هغه دی لاس په وینو سره دی په بل خا کې روسیا او چین هم او روسیا او ایران هم دی وداس صفاک او استبدادي نظام په شا کې ولر دی چې هغه په طول د دو تاریخ کې خپل ولسته نه خیر رسولای دی وجلې دی رټلای دی او نن په ډیر بیرحمانه شکل باندې وژنې ورټي بنان موږ ته دواړه اطراف موږ په دې مسأله کې کار خبره ده انسانان چې وژل کیږي عام خلک چې وژل کیږي هر څوک چې وژنه هغه جنایت دی نو دا دواړه طرفه دی لیکن موږ ته چې نور هم څه اهمیت لري هغه دا ده چې دغه دواړه خواوې دلته مشته دی دغه دواړه خواوې دلته مشته دی او بیروسته په دې باندې بحث کوو چې دغه رقابت او دغه کړکیچ که اوج ته رسیږي په موږ بیا اغیزي سوي جناب ډاکټر صاحب دوباره یک امیدی پیدا شده بود که در سوریه آهسته آهسته مردم به زندگی یادی خود برگردن لیکن حال معلوم میشه که دوباره به طرف جنگ میره وضعیت هم سیاست های روسیه و ایران و رژیم اسد و هم سیاست های امریکا و طرفدارایش هدف خصوصا مداخله امریکا در اینجا و هدف درگیری چیست یعنی نفع از این به طرف کیست بسم الله الرحمن الرحیم مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر صاحب جناب استاد فرقانی ما اجازه بدین من هستم شهروند افغانستان من هستم یک انسان من هستم یک مسلمان از این تریبون شما از تلویزیون شما عملیات جنایتکارانه رژیم بشار الاسد و حامیان ایرانی و روسی شانه در کشتار بی‌رحمانه ملت مسلمان سوریه مردم بیگناه سوریه اطفال سوریه زنای سوریه و مردم بیچاره سوریه و هر کسی که جنایت حمایت میکنه و تقبیح بکنم و کوشش بکنم و یک پرشان بگویم که شرم و ننگ و آر است که در قرن 21 در عصر سخن گفتن از حقوق بشر و آزادی های انسانی و یک رژیم صفاک و بیرحم و قاتل که تاریخش در کشتار مردم سیاه هست در 40 سال به این طرف و حامیان منطقویشان مانند ایران و همچنان روسیه و کشورهای دیگه که زنها حمایت میکنن و هر گروه و حزب و تنظیم و افراد و اشخاصی که به اشنوی از این حمایت میکنن اونها رو نکوهش بکنم و تقبیح بکنم و بگویم که یک عمل ننگ و شرم است بر جبین انسانیت و بارش باید هر وجدان زنده انسان و بشر باعث ننگ و خجالت است بعد از این ارتباط سوالتان باید ارز بکنم که هدفی تنشو وقتی که ما قضیه سوریه که قضیه بسیار زیاد پیچیده شده به خاطر فهم قضیه چند کلید بسیار اساسی مهم وجود داره که آدم بفهمه یکی خود که چرا رژیم سوریه ماهیت رژیم حاکم در سوریه رژیم بشار الاسد بشار الاسد فرزند حافظ الاسد است حافظ الاسد که به یک مجموعه 8 فیصدی طایفه علوی که منصوب شیعه هست و بعد شیعه جعفری اونا را تکفیر میکنند در اصل میکنند اصلا مسلمان هم نیستند لیکن به نام شیعه هستند و از اعتقادی و مذهبی 8 فیصد مردم سوریه تشکیل میتن و بیشتر خب حافظ الاسد حزب بعث عضو حزب بعث عربی اشتراکی بود که میشل افلق و یه بساخته و خودش هم یک مسیحی است خود میشل افلق یک گروه سیکولار است پس بحث مذهبی خوب نه از نه مسئله قضیه سیکولار نیست مسئله متاسفانه تعصبات مذهبی قضیه علاقات کمونیست و سیکولار همه را در قضیه متاسفانه حالتی مقرر داریم چی میکنه مردم همه کشان جاذبه ها حافظ الاسد بیش از 40 چند سال به این طرف است که حافظ الاسد یک دتای نظامی و قدرت سوریه به قدرت رسید و حزب قدرت سیاسی را به دست گرفت و یک نظام تک حزبی توتالیتار ظالم وحشی خونخوار در روسیه در سوریه اساس گذاشت و هر صدا و تمام احزاب ملغا کرد یک سیستم یک حزبی را در کشور سوریه اعلان کرد و هر مقاومت و مبارزه مسالمت آمیز مردم سوریه را به شدیدترین شکل سرکوب کرد شما به دور نمیریم به سال میدونم مثلا در سال 1982 مردم شهر تاریخی همه که از جمله شهرهای تاریخی دنیا هست اونا در برابر رژیم قیام کردن لیکن رژیم حافظ الاسد یعنی نه تنها مخانه را تخریب کرد مساجد را ویران کرد ده ها هزار نفر کشت و زنده ها را رو به سجن به محبس تدمر صحرای تدمر مثل که ماندی بلچرخی در اونجا برد و مردم هایی که 20 سال 25 سال در اونجا زندان ماندن و نه محاکمه شدن نه پرسان شدن من خودم شخصا دوسیه فامیل وقت درس میخوانم دوسیه قصه را میشناسم خانواده هایی که قربانی های همین قضیه همه بودن که از روز بندی خانمی را میشناختم نویسنده بود میشناختم که شوهرش 19 سال قبل در زندان به سر برده بود و هیچ بدون محاکمه
مثل که دموجه دمو مرد. ارزی مایید که این رژیم صفاق و بیرحم که در حقیقت مانند رژیم صدام حسین و هم رژیم بسی بود و هم بسی بود. این قدرت ها گرفت بالاخره و اساس و بنیاد کارش بر قتل و کشتار مردم و وحشت و بربریت است. مردم سوریه با آمدن بهار عربی با امید از اینکه آزادی بیان خواهان اصلاحات شدن در سیستم در نظام حکومت. گفتن ما میخواهیم بهار عربی در سوریه چرا؟ یعنی سیاست های روسیه و ایران و مداخله از یا بود و یا سیاست های امریکا بود؟ نه بهار عرب در تأثیر در این عوامل مختلف دخیل است، لیکن مردم سوریه من حیث یک ملت، من حیث انسان خواستن که ما میخواهیم خواهانی بعض اصلاحات دستیم در رژیم سیستم تکیزبی از بین بره، خواهان اساسی تعدیل شوه و خواهانی برکناری شهر الاسد هم نبودن. مردم در اول گفتم ما یک مطالبه نبود، لیکن بعدا اینمی خواست حکومت به او مخالفت کرد. مظاهرات سلمی مسالمت آمیز مردم ریکاردش موجود است، تاریخش موجود است. این مظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه را به خون به خاک خون کشید رژیم بشار الاسد و از اون جنگ آغاز شد، بلاغ مداخلات خارجی آغاز شد. در نتیجه شد که سوریه به وضعی رسید که فعلا در اینجاست. طبعا در این قسمت همکاری رژیم بشار الاسد با رژیم ایران از وقتای جنگ ایران عراق واضح و روشن است. در وقتی که ایران و عراق جنگ داشتن رژیم حافظ الاسد بعدن بشار اینا رژیم حافظ الاسد در کنار ایران قرار داشت، به خاطر ایران حمایت میکرد در شرایط بعد. در حالی که دو حزب صدام هم بسی بود و حافظ الاسد هم بسی بود، لیکن در نهایت بود که ایران با همکاری حزب الله در ایران در سوریه مداخله کردن و سوریه هم چون رژیم سوریه سابقه سوسیالیستی در چپی داره، یعنی حزب البعث العرب الاشتراکی نامش است که حزب سوسیالیستی ابی بس، به خاطر رابطه اتحاد شوروی با رژیم حافظ الاسد من هست که رژیم چپگرا سابق وجود داشت و این خاطر در مجموع ایران در قضیه مداخله کرد. بعد روسا مداخله نظامی کردن، نتیجه شد که یک رژیم صفاق و بیرحم و قاتل در برابر ملتش که حمایت کردن کمک کردن و طبعا زمینه دین است که ما جنایت های حزب الله و جنایت های سپاه پاسداران ایران و جنایت های گروه لشکر فاطمی بینید که از افغانستان به اونجا اعزام میشه. امریکا و روسیه شما سجل جنایت روسا، جنایت امریکایی ها، جنایت حزب الله، جنایت سپاه پاسداران ایران، جنایت گروه لشکر فاطمی که از افغانستان به اونجا فرستاده میشه و مردم رو میکشه و به خاطر مال ترکیه بودم. شما قصه کنم اجازه بدین، من برای خانم در استانبول سودا میخریدم، در پیش سودا میخریدم، یک بچه عرب به اونجا سوری بود، ما سودا میخریم. همین که فامیل گفت نه انتم، ما گفتم از افغانستان هستیم، والله انا لا ابي لكم، ما شما افغانستان به شما ما سودا نمیدم. این قصه تقریبا 4 سال قبل است. به خاطر چی نمیدی؟ به خاطر شما قاتل هستین، از افغانستان اومدین ما رو میکشیم. ما برای زو گفتم جان که ما قاتل نیستیم، ما شما رو نمیکشیم، ما برادر ما هستیم، ما برای شما متعاطف هستیم. لیکن طفل سوری یعنی ریات که شما افغان قاتل ما هستین ما رو میکشیم، ما برای ما تا آخرم قناعت نکرد، برای ما سبزی نفروخت. اما طفل استانبول تا آخرم گفت شما قاتل ما هستین و این خودش یک سمبول است. به خاطر متاسفانه از گفتم مختصر کنم، وقتی که افغان ها را در اونجا من حیث قاتل میشناسن، پس ما قبلا گفتم که دو طرف در اینجا حضور دارن، پس افغانستان عرض میز که متاسفانه ما در حدی افتاده می در افغانستان که خود ما قربانی جنگ هستیم، قربانی ترور هستیم. در این کشور ما میدیای وجود داره، دانشمندان و مثقفین روشنفکرها و استادای پوهنتون وجود دارن که متاسفانه جنایت بشار الاسد و رژیمش به خاطر یا به خاطر اهداف سیاسی یا به خاطر اهداف مذهبی یا به خاطر هر چیزی که زور توجیه میکنن و قضیه رو منکر میشن. قضیه آخری که فعلا اومده چیزی که در سوریه واقع شد، هم عکس ها امید وین در عالمی که عکس حال شرط پنهان نمیمونه، در فیسبوک، در توییتر، در یوتیوب، در نشرات همه ببینید. شما با چشم سر میبینید که گاز کیمیاوی استعمال شده. حالا اینو تثبیت کنیم، مثلا رو بگیم که ایرا محمدن مثلا خود مخالفین سوریه، مخالفین رژیم برای خود استعمال کردن، جای بسیار عجیب است، خود به خود کشتن. قضیه قوطه شرقی را به خاطر که اونجا میفهمیم شما یک جنوساید میشه، به اعتبار از نظر جنوساید یعنی نسل کشی. قضیه قوطه شرقی را، قضیه دوما که در اونجا سیرا میخن کل منطقه را یعنی حتی میفهمین چی شده. در روز آخر چی را اعلام کرده، حکومت گفته که یخچال، فامیل و حتی چه اموال مردمی که از این منطقه فرار کردن کلش از شماست. یعنی همین رژیم صفاق بیرحم یا بشار الاسد گفته که گپ یا فیزلامین است، گفته بود که گفت که شما
منطقه هزارجات د 20 کچې روان میکرد میفرستاس شما وردګ استن میفهمین نه و فیصل امین شي روان میکرد ملیشه را توفنګ داده بود مردم وردګ شما بده مردم های اشتار ده 20 شما سرش از ما مالش از شما لیکن مردم وردګ یک مردان رای کردن که توفنګ گرفتن گفتن توفنګ به طرف خودت میره ما مردم مسلمان برادر مسلمان ما شیعه باشه لیکن اون رو به قتل نمیرسانیم برادر ما هم وطن ماست عرض می جم جم کنم اجازه شما اگه باشه عرض می است که اصلی که ما دوم ای باری اول نیست استاد باری چندم است که استعمال میشه و فرض کنن که مردم سنی اب اصلی که ما کشته نشد حال کشتن مردم سنی اب تیاره معقول است مثلا که سپاه پاسداران حزب الله مردم ظفر کنه مثلا امرای خود نصیریا یعنی عرض است که وجدان در کار است بله وزن سر هدف اصلی بحث ما تنها بیان جنایت نیست که اونجا جنایت صورت گرفته جنایت تمام جهان میبینه که صورت گرفته علتایی که جنایت صورت گرفته سر از او بحث میکنیم و نتایجش یولند دماو دمین روستا بسته دماو دمین